خب امروز داشتم توی انجمن داشتم دوستان یک سوالات رو میخوندم که ببینم میتونم کمک بکنم جواب بدم دیدم که یک بحثی در رابطه با فروش آموزش های پارس کلیک توی فرانش نوشتن اصولا من آدمی نیستم که بخوام اسم ببرم یا بگم که این پلتفرم بده یا اون پلتفرم آموزشی بده ولی الان فکر میکنم من کلمه فرانش رو فکر میکنم تقریبا نزدیک ده ساله یا تقریبا هفت ساله یا هشت ساله میشنوم که اصولا هم من آدمی نیستم که بخوام توهین بکنم ولی اینجوری که بوش میاد به نظر این پلتفرم پلتفرم کثیفی هست چون من با خیلی از پلتفرم ها کار کردم و این پلتفرم دوست داشت که مثلا به من ایمیل بده و که من مثلا آموزش های رایگانی که تهی کردم رو بیام بذارم داخل پلتفرمش و بفروشم من از اول آموزش های رایگان رو تو یوتیوب آغاز کردم فکر میکنم در حدود تقریبا ده, ده سال نه سال پیش ولی به خاطر این نبودش که من آموزش رایگان رو شروع بکنم به خاطر پول علی قصدم اول اینجوری نبود قصدم این بودش که اون نالج یا اون معلوماتی که دارم با دیگران شیر بکنم بعد یوتیوب به من پیشنهاد داد که میتونه که از کانتنت من روی کانتنت من تبلیغ بذاره یعنی رو محتوای من تبلیغ بذاره و بعد بتونه این کار رو انجام بده و وقتی که تبلیغ گذاش یک درصدش رو به من میده 45 درصد خودش میخوره 55 درصدش رو به من میده و خب منم این ایده مثلا پیش اومد که بیشتر روی توی یوتیوب فعالیت بکنم و آموزش بذارم و کمتر از یکی دوتا درس نباشه و همینجوری ادامه دادیم و میبینید که الان یه چیزی در حدود 3000 تا ویدیو توی پارس کلیک داریم و این پادکست رو من دارم برای این میسازم برای دوستانی که متاسفانه میرن توی پلتفرم های کثیفی مثل این پلتفرم فرانش و میان چیکار میکنن پول پرداخت می کنم واسه آموزش های رایگان من خودم آموزش, های ویژه دارم قرار دادم اونجا و اگه پاش بیفته و اونا رو هم میتونم رایگان بکنم ولی به خاطر میگم کارهای بد این پلتفرمای مثل این که اصلا نمیدونن کی کپی میکنه یا میان از مثلا یه آدمی رو درست میکنن از خودشون اسمشو یه چیزی میذارن مثل محمد آقاخانی یا هر چیزی یا علیرضا فلان میان از طرف ما مثلا محتوا میذارن بعد میگن او اینا ما نبودیم اینا دوستان دیگه هستن که این آموزش رو گذاشتن ولی اون دوستان مثلا مثلا, مثلا اومدن از پارس کلیک دانلود کردم و گذاشتن تو این پلتفرم این پلتفرم هم نمیدونه که مثلا اینا از پارس کلیک بودن بعد برمیگرده میگه که بررسی میشه بررسی میشه حالا من نمیدونم معنیش یعنی چی یعنی حالا پاک میشه یا نه ولی کلا من آدم چیپی نیستم که بخوام زیاد در رابطه با این موضوع حرف بزنم موضوع اصلی اینه که بچه من خیلی دوست دارم محتوای رایگان درست بکنم تمام محتوای یوتیوب که بیشتر محتوای یوتیوب یعنی میبینید اول اینو بگم که یوتیوب دو تا عضویت داره یکی عضویت یعنی سه تا داره یکی عضویت رایگانه که روش تبلیغ میاد حالا دوستان فارسی زبان هم دارن بلاگ درست میکنن و اونا خیلی بیشتر سابسکرایبرشون تا نسبت به من من یه چیز در حدود نصف سابسکرایب اونا که وبلاگ درست میکنن و حتی توی وبلاگشون اصلا وبلاگی که نیستش که بنفیت داشته باشه کسی دیگه مثل سینما میمونه بیشتر سابسکرایب اون نسبت به اونایی که برنامه نویس هستن خب این عیبی نداره منتها یکی که یوتیوب تبلیغ میذاره روی ویدیوهای شما یکی دیگه هستش که خودش با ماهی 499 تبلیغات رو بر و میتونید آموزش های رایگان رو نگاه بکنین و یک عضویت دیگه هم داره که برای کانال هست مثلا شما از یک کانالی خوش رو میاد میاید مثلا 4 پون یا 10 پون یا هر چی میدید و اون محتوای ویژهش رو نگاه میکنید ما هم داریم ما خود پارس کلیک هم دارید بچه من ویدیوهای ویژه اگه نگاه بکنید چیزی در حدود اگه کامپیوتر الان جلو باشه سه و 6 و 9 و 10 تا آموزش ویژه دارم که بیشترش برای ریاکت هست داکر مجانی بود و چند جا دیدم که کپی کردن دوستان و اون رو هم ویژه کردم متاسفانه ولی میدونم خیلی دیدن و مانگو دیوی هست و وب پک بقیش هم ریاکته و این چیزهایی که اینجا میبینید بچه ها همش میتونست چی باشه همش میتونست رایگان باشه همش میتونست ویدیو, ویدیو درست, درست بشه و توی یوتیوب قرار بگیره و شما رایگان نگاه کنید اما متاسفانه مردم نه به خاطر اینکه بگم مثلا ما ایرانی هستیم یا خارجی هستیم اینا رو نمیخوام بگم اونایی که آموزش های رایگانی که شما میذارید یه چیز رایگان رو وقتی که یک نفر بهش میگی یه چیز رایگان پیش خودش میگه او حتما یه چیز بد به درد نخوریه مفتی که یه چیز خوب مفتی نمیشه که بعد که اون آموزش رو میکنی یه دلار یا میکنی 50 سنت اون آموزش خیلی میره بالا مثال میزنم براتون مثلا شما وارد یه روابطی شدید فرض بکنید که یه دختری هستید یا یه پسری هستید حالا یه پسر هستید یه دختری رو دوست دارید و شما اول با این دختر خیلی دوست دارید مثلا این دختر پرفکت این یعنی از ده ده این دختر و اول روز آشنایی که هیچی دومی روز آشنایی شروع میکنید روزی ده بار بهش تکست میدید انقدر که این کلافه بشه و خب کسی که زیاد بهش تکس میدید یا باش تلفنی حرف میزنید کسی که باسش اویلیبل هستید زیاد یعنی موجود هستید زیاد ان نظر اون شما باسش چیپ میشید یعنی میگه که این آدم دیگه پیش خودش میگه که این دختر مثلا پیش خوش میگه این پسر کار زندگی نداره اینقدر من تکس میده یا سرم درد گرفت چقدر این مثلا به من تکس میده یا چقدر اویلیبل هستش ولی شما یه نفر دوست دارید روزی یه دونه تکس میدید جواب نداد دو روز بهش تکس نمیدید دوباره بهش تکس میدید جواب نداد یه هفته بهش تکس نمیدید و اگه به شما جواب بده یا شما تکسش رو دیر جواب بدید از نظر ایشون شما مقاتون خیلی میره بالا چرا چون میگه که این آدم انقدر وقتش پره که حتی نگاه به گوشیش نمیکنه در که شما نگاه به گوشیتون میکنید البته توی توی اینترنت نوشته که یه اوریج پرسن یعنی آدم معمولی به تلفنش هر سه دقیقه بار نگاه میکنه حالا کسی که تکس شما رو در از ظرف سه دقیقه جواب نمیده و چند بار این اتفاق میفته اصولا داره شما رو چکار میکنه داره طولش میده یا شما پرایوریتی نیستید شما مقدم نیستید اینقدر که به شما جواب بده برای همه کیس ها این سرق نمیکنه یعنی برای کیسی سرق میکنه که حالا مثلا استاد دانشگاه باشه تلفنش گذاشته توی لاکرش یا داره میره جیم تلفنش گذاشته توی لاکرش اصلا آدم تلفنی نیست یا شما زنگ میزنید اصلا حوصله صحبت کردن نداره و خب وقتی خودتون میکشید عقب ارزشتون میره بالا بهش میگن بهش میگن یه چیزی که کم باشه بچا ارزشش میره بالا طلا الماس اینا ارزششون میره بالا چرا چون کمه چیزی که زیاد باشه مثل پیاز هیچ موقع ارزش نداره یا ارزشش کمه شما میری حالا البته تو ایران انقدر گرونی شده که میگم پیازم دونه فلان قدر پولشه ولی کلا میگم میگم جایی که چیزی کمتره ارزشش خیلی بیشتره حالا ما آموزش گذاشتیم توی اینترنت رایگانه و زیاده بعضی موقع که دونه دونه من من موقعی بود که ده ده بار در روز آپلود میکردم ولی اون ده تا که آپلود میکنی آخریش مثلا سی تا ویو میخوره سی تا ویو به چه درد میخوره اون اون ویدیو رو هم میگیرن میبرن توی پلتفرم مثل این پلتفرم ها می، میرن میفروشن و اون آدم های بدبختی که چیان به قول معروف نمیدونن که این آموزش ها رایگانه میتونن فقط با یه فیلتر شکن این آموزش ها رو نگاه بکنن میرن آموزش ها رو میخرن در که میتونن روی فیلتر شکن سرمایه گذاری بکنن و تمام آموزش های انگلیسی به علاوه آموزش رایگان پارسلیک رو نگاه بکنن و خیلی بیفتن جلو تا اینکه بخوان از داخل کشور پول بدن به این پلتفرما که خودشون از جای دیگه کپی میکنن فقط فرق اونا با شما اینه که اونا فیلتر شکن دارن میرن آموزش ها رایگان دانلود میکنن میذارن داخل یوتیوب میفروشن شما ندارید نمیخواد این کار رو انجام بدید اینه فرقش بچه میخوام که هوشیار باشید میخوام که به دنیای خارج نگاه بکنید به دنیای بیرون از ایران توجه بکنید به دنیا نگاه بکنید تا اینکه سرتون فقط بسته باشه داخل کشور و اون چیزهایی که داخل کشور دارید توجه بکنید این اینو میخواستم اینو بهتون بگم ولی از این بحث ما این نتیجه رو میخوام بگیریم بچا که شما سعی بکنید که میگم که خیلی وقت پیشم گفتم داخل پارس، آه، آه، پادکست گفتم که اینترنت وسیله خیلی خوبی هست که به شما یاد بده کشورهایی مثل انگلیس که سیب زمینی هم ندارن بچا دارم میگم مثل ما خاویار ندارن نمیدونم فرش درست نمیکنن نمیدونم, نمیدونم. تنها کاری که این تو این کشور انجام میدن اینه که سیب زمینی دارن مربا درست میکنن واقعا دارم میگم تعقیب بکنید میگن جم، انگلیش جم یعنی مربا درست میکنن بعد چی دارن کشی درست میکنن میفروشن بقیهش از مردم خوشون پول در میارن و از مالیات و اینا پول در میارن مثل زبان زمان رابین هود این اونه هیچ فرقی نمیکنه اینا چیه اینا چون سیستم خوبی دارن انقدر اقتصادشون بالاست بچا اینا فقط سرمایه‌گذاری کردن روی اینترنت سرمایه‌گذاری کردن روی اینترنت آزاد اینترنت اینترنت آزاد سطح معلومات یک کشور میبره بالا هر چقدر سطح معلومات کشور یک کشور اینقدر بالا باشه مثل سطح معلومات ایرانیا یا ما اوریج به قول معروف ایرانی ها درس خون ترین آدم هستن توی دنیا ایرانی های موقع آمریکا رو نگاه بکنید تو ناسا کار میکنن یکیش رئیس ای بی یکیش نمیدونم تو اپل کار میکنه یکیش آرش فروزی توی دراپ باکس درست کرده یا یه دکتر شیرازی بود که عمل لیزیک رو درست کرده نگاه بکن بزن ایرانیان آمریکان این دی یو اس ایرانیان آمریکان این یو ببین چقدر آدم ها تحصیل کرده با سواد داریم که خود اوباما مثلا به اینا مدال داده این آدما چون بیرون بودن ترسان پی پیشرفت بکنن و دسترسی به معلومات آزاد داشتن تا اینکه سر بسته باشه بچه و اگر این برای ما همیشه فراهم میشد و دنیا اجازه میداد که این کار برای ما فراهم بشه ما خیلی از کشورهای دیگه پیشرفت پیشرفته تر بودیم و این باعث میشد که ما از همه بزنیم جلو ولی متاسفانه ما داریم به کشورهای نگاه میکنیم مثل چین صد که چین بچه خودش کشور پیشرفته ولی ما نمیتونیم مثل اونا همه چی رو محدود بکنیم اونا فکر نکنید کشور چین حکومتش حالا خیلی مثلا حکومت خوبیه نه به خاطر این هستش که اونا کمونیستن و خوب دارن ولی برنامه نویس ها یا تکنولوژی خوبی دارن من نمیخوام مثلا بحث سیاسی بکنم میخوام بحث و برگردم به همون تکنولوژی میخوام بگم که اونا سطح تکنولوژی و سوادشون خیلی بیشتر از ماست چرا چون اونا خودشون یا مثل ژاپن اینا خودشون میتونن دا... کارهای داخل کشورشون انجام بدن مثلا ما داخل کشور گیتاب نساختیم یا مثلا اه... میتونیم این کار انجام بدیم ولی یوتیوب نساختیم یه چیزی داریم مثل آپارات که اصلا به پای یوتیوب نمیرسه و خیلی پلتفرم های نداریم که میتونیم اینا رو چیکار بکنیم از جا مثل بین رو اینا سرمایه گذاری نکنیم که خودمون رو بسازیم میتونیم از پلتفرم های جهانی استفاده کنیم به شرط اینکه اینترنت آزاد داشته باشیم اما روزگار با ما نیستش یعنی روزگار با اینجوریه که نه تنها از داخل فیلتر هستید بلکه از بیرون هم شما رو فیلتر کردن و این به خاطر این هستش که همه چی اوضاع اوزا قاراش میشه و این خیلی چیز بدی است و حالا این پلتفرم ها میان از این اوضاع قاراشمیش میشه استفاده میکنن که چیکار بکنن پول در بیارن آموزش های رایگان رو میگیرن شاید آموزش رایگان دیگه هم از یوتیوب میگیرن زیرنویس میکنن میذارن برای فروش فروختن ما تنها میگم تنها چیزی که شما باید بفروشید و ازش استفاده کنید ساخته دست خودتونه در صورتی که متاسفانه اینجا افتاده که خیلی کپی میکنن و کپی کردن شده رشد ما یعنی کسی از خودش ایده نداره مثال مثلا میگم که حالا اپلیکیشن مثل اوبر هست داخل ایران نمیدونم اسمش چیه اسنپ هست یا یه چیز دیگه ببین این ایده خوبیه ولی باز این مال خودمونه درسته ولی این باز کپی از اوبره میدونی چی میگم بد نیست ولی باز کپیه ایده کپیه باز ایده رو میتونید باز کپی بکنید چون خود سامسونگ میتونه خیلی از ایده رو از اپل کپی کنه یا اپل میتونه از سامسونگ کپی یا اندروید کپی کنه اینا ایده ها رو میشه کپی کرد ولی کار دستی یه نفر رو نمیشه به اسم خودتون بذارید مثلا یه گوشی سامسونگ رو بگیرید دست خودتون بگید این مال شرکت ایران سله. من میخوام این گوشی رو بفروشم چون ما خودمون این گوشی رو ساختیم این کار فوق العاده کار بعدیه